پیام‌های متناقض اروپا بر جام منهای آمریکا چطور روی گیشه مطبوعات فروش رفت؟ شاید نتوانم از تضمین‌های حقوقی یا اقتصادی حرف بزنم، اما میتوانم از جانب اتحادیه اروپا بگویم کار جدی و مصمم در دستور کار است و طرف اروپایی مصمم است. یکی به نعل یکی به میخ، ضرب المثل ایرانی که شاید توصیف خوبی برای موازه این روزهای اروپا درباره برجام باشد. دوباره میگویم ما درباره تضمین صحبتی نکردیم. از تضمین حقوقی، یعنی آنچه بنویسند دو پایش را امضا کنند و ضمانت اجرا بدهند، حرفی نمیزنند، اما میگویند مصمم و جدی هستیم و اراده داریم. حرفایی که در حقوق بین الملل آبی برای ایران گرم نمی کند. زمانی زیادی نداریم. ما نیاز داریم در بازه زمانی چند هفته ای که رئیس جمهور تعیین کرده به نوعی تضمین برسید. تضمین بهره مندی ایران از منافعش. ایران نمی‌خواهد اروپا با کش دادن مذاکرات منافع برجامیش را مشمول مرور زمان کند و اروپا فعلا با دو پهلوگویی نگذاشته تکلیف این توافق 3 ساله روشن شود. گاهی میگویند اروپا با قوانین مسدود کننده تحریم های ایران اصولی را برای مقابله با آمریکا وضع می کند و همزمان از ناتوانی در کنترل فعالیت شرکت های اروپایی برای تجارت با آمریکا میگویند رئیس توتال باید منافعش را در بازار ایران در مقایسه با خطراتی که از این بابت از بازار آمریکا یا سعودی با آن مواجه می شود بسنجد و تصمیم بگیرد. این یک اشتباه از سوی رئیس جمهور فرانسه است که توتال را وادار کند کاری دیگر را انجام دهد که در این حال شدنی هم نیست. حالا بازتاب این اظهارات اروپایی در برخی رسانه‌های کشور جالب توجه است. تعهد اروپا به اجرای مداوم، کامل و مؤثر برجام. این روزنامه‌ها با وجود نامشخص بودن اقدامات اروپا از تعهدات داده شده توافق تیتر دروش می‌زنند. توافق 4+1 بر پایبندی به تعهدات برجامی، در حالی که وزیر امور خارجه کشورمان اروپا را مستقل از آمریکا نمی‌داند. دنبال خیال بافی نیستیم که اروپا رابطش رو با آمریکا به هم بزنه. برخی روزنامه‌های داخلی تیترهایی زدند که همپیمانی اروپا و آمریکا را به نوعی سانسور می‌کند. چراغ سبز اروپا برای عبور از سد آمریکا. اروپا روی پای خودش ایستاد. از سوی در روزنامه‌های داخلی از ایستادگی اروپا در برابر آمریکا می‌نویسند، اما از سوی دیگر مقامات اروپا به صراحت می‌گویند مقابل آمریکا نمی‌ایستیم. الان نیست ما به متحدان ایران علیه آمریکا تبدیل شویم. جالب است که این مواضع صریح در روزنامه‌های صبح امروز اینطور بازتاب داشت. کشمکش اروپا و آمریکا. صف‌کشی اروپا در برابر آمریکا. اروپا جلوی ترامپ ایستاد. انتخاب این تیترها وقتی عجیب تر به نظر می رسد که اهالی مطبوعات کشور تجربه انتخاب تیترهای دور از ذهن از اقدامات آمریکا و اروپا در ماجرای برجام را هم داشتند. صبح بدون تحریم، لحظه تاریخی اعلام رسمی اجرای برجام ساعت 1 بامداد 27 دی 1394 بود. بعد از 13 سال بحران هسته‌ای به پیروزی دیپلماسی منجر شد. فروپاشی تحریم، اینک بدون تحریم. حالا سوال اینجاست، انتخاب چنین تیترهایی به دلیل خوشبینی خلاف واقع نسبت به غرب است یا خدای ناکرده متفاوت نشان دادن واقعیت به افکار عمومی؟ فاطمه علی خانی، باشگاه خبرنگاران جوان.